سمیه رشیدی هستم، متولد سال ۱۹۶۴، متولد از شهرستان تربت حیدریه، ساکنم مشهد. از دوران کودکی در واقع همیشه شاهد در واقع نابرابری‌ها و تبعیض‌های داخل جامعه، خانواده و اون در واقع بافت سنتی که داخلش بودم و زندگی می‌کردم بودم و همیشه نسبت به این ها معترض بودم و حساس بودم. توی دبیرستان فرهنگ که در واقع یکی از دبیرستان‌های تخصصی رشته علوم انسانی درس خوندم که تا جایی که میدونم توی کل کشور ۵-۶ تا در واقع دبیرستان‌ها بیشتر وجود نداره. دانشگاه با رتبه خیلی خوب قبول شدم، رتبه کنکورم ۴۰۰ بود. با علاقه خودم جامعه شناسی رو انتخاب کردم، و با توجه مخالفت خانواده شهر تهران انتخاب کردم تا حدودی به مستقر شدنم کمک کنه. سال ۸۲ وارد دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات شدم. من از همون اول با توجه به اینکه وارد انجمن اسلامی شدم، حالا به عنوان یه عضو داوطلب، همه فضاهای دانشگاه رو شناختم و در واقع دیدم که علاقه خودم به بحث زنانه. با بچه گروه مطالعه زنان پرشد وارد کار شدیم، شروع کردیم سر یه سری از مسائل صنفی، از جمله در واقع فضایی که فضای محدود صنفی دختران دانشگاه که حالا مباحث خودش رو داره و خیلی هم طولانی کار کردن. یه سری پاتوقای ارتقاگاهی تشکیل دادیم که خب از دل این پاتوقا خیلی چیزای خیلی خوبی در اومد. یعنی تونستیم توی بودی از در واقع خشونت زنان یه گروه تشکیل بدیم، خشونت علیه زنان و فعالیت بکنیم، کارگاه‌های خیلی خوبی تشکیل دادیم و در نهایت بعد از 1-2 سال فعالیت و شناختن زمینه‌ها و گروه‌های و اینکه همه بچه‌ها فعال بودن، بحث زنان خیلی در واقع و حقوق زنان خیلی تو دانشگاه الان بین دختران مهم بود، تصمیم گرفتیم که یک قانونی رو بزنیم که خواستمون به صورت در واقع قانونی و یه فعالیت منسجم شده و نهادی نشده تو دانشگاه وجود داشته باشه. کانون زبان زنان که سال 82 اواخر سال 83 کاراش انجام شد و سال 84 مجوزش رو گرفت که متاسفانه بعد از یه مدتی در واقع اون شکل رسمی خودش بیشتر نتونست ادامه پیدا کنه. با اینکه ما کاملا کارمون صنفی بود، کارمون کاملا چیزی بود که با توجه به مجوز بود و ما هیچ برنامه خارج از مجوز نداشتیم و حتی همه محتواهای چیزمون مشخص بود، چون ما اینا رو همه رو هر کارگاهی داشتیم، هر جلسه‌ای داشتیم، بعدن چاپ میکردیم تو خود نشریه دانشگاه که یک نشریه زنان بودش. اما متاسفانه این نتونست به کار خودش ادامه بده و لغو مجوز شد و خب منم به خاطر این کانون، چون دبیرش بودم، دبیر این کانون بودم، خیلی مورد ضرر قرار گرفتم و جلسات کمیته انضباطی متعددی رفتم. این فضا رو سعی کردیم از فقط تو دانشگاه نداشته باشیم، توی خوابگاه هم ببریم. مناسبت‌های مختلفی که تو دانشگاه وجود داشت برنامه می‌گرفتیم، مناسبتی که در مورد زنان بودش، روز جهانی صلح و زنان و حالا روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنان و همه برنامه‌هایی که در واقع روز جهانی زنان، توی این مناسبت هم کار کرده باشیم. من از لحاظ تحصیلی و خب اخلاقی هم پرونده خیلی خوبی داشتم، یعنی هم ارتباط خیلی خوب با استاد داشتم، یعنی یه دانشجویی بودم که خب توی همه کلاس‌ها اون موضوعات کنفرانسی من تو حوزه زنان هم می‌داشتم و سعی می‌کردم همیشه به بهترین نحو ارائه بدم. من سال ۸۵ که در واقع سال آخری بود که من داشتم می‌خوندم برای آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد زنان و اون سال هم فکر میکردم قطعا با این مدلی که دارم درس میخونم و در واقع تسلطی که پیدا کردم برای فوق لیسانس آماده هستم. سال 85 متاسفانه در جریان این کمیته انضباطی را رفتن، آخرین حکمی که به من دادن یک ترم در واقع تعلیق بودش، تعلیق از خوابگاه و تعلیق از دانشگاه. میدونستم که دادن این حکم به این سنگینی در مقابل اون همه فعالیتی که من همش صنفی بوده، فعالیت اجتماعی بوده، یا تاثیر مثبتی که فکر میکنم با همراه و بچه دیگه تو فضای دانشگاه گذاشتیم واقعا ناعادلانه است. فعالیت‌های دانشگاه، من وارد شدم به عرصه در واقع فعالیت زنان و حوزه زنانم از دانشگاه بود. یک تفسیرش رو میتونم بگم که خود رشته‌ای که میخوندم و اینکه خب من از همون ترم 1 و 2 که مبانی جامعه شناسی داشتیم با بحث فمینیسم و مباحث مربوط به حقوق زنان، تاریخچه حقوق زنان و فعالیت‌های زنان آشنا شدم و خب حالا درسایی هم که داشتیم که مرتبط بود مثل درس بررسی مسائل اجتماعی ایران که خب در واقع حوزه‌های مختلف هم بررسی می‌کردن که یکی از این موضوع‌ها در واقع بحث جامعه شناسی زنان بودش. یک قسمتش این بود، یکی دیگه‌اش فکر می‌کنم خود فضای دانشکده، فضای حالا وجود گروه‌های مختلف و اینکه حالا تو دانشکده ما تو ارشد رشته مطالعه زنان وجود داشت و خب اینم تونست به من تو مقطع لیسانس دید بده و منو خیلی بیشتر جلو ببره و دیگه اینکه خب من اون موقعی هم که فعالیت دانشگاه شروع کردم اوج فعالیت‌های انجیو ها بود در زمینه حوزه زنان که من از دانشگاه با چند تا از بچه‌ای که تو این انجیو ها بودن فعالیت داشتن آشنا شدم. بعد خب با گروه مختلف و انجیوهای مختلف اول به خاطر کانون زنان ارتباط گرفتم، یعنی خب ما می‌خواستیم یه انجیوی بودیم که داخل یه نهادی بودیم که داخل دانشگاه ارتباط داشتیم و می‌خواستیم خب حمایت و در واقع تجربیات کسایی که توی حوزه زنان پیشکسوتان هستن رو بدونیم و یا اگه سخنرانی یا برنامه‌ای هستش دعوت کنن. این باعث شد که من با فضای بیرون از دانشگاه و فضای حوزه زنان و افرادی که تو این حوزه هستن در واقع ارتباط پیدا کنم. خودم بعد از یه مدتی توی انجوی حسبی اندیش فعال شدم و شروع کردیم به کارهای مشترکی که هم توی حسبی اندیش بود هم با حسبی اندیش و انجوهای دیگه انجام میداد، از جمله مرکز فرهنگی زنان.